هنوز از این هنر تصویری شناخت درست و کاملی ندارند. تصور غلطی که غالباً در این باره وجود داره اینه که کاریکاتور تصویری خنددار قلمداد میشه که انگار کاریکاتوریست تنها قصد دست انداختن دیگران رو داره. اما برخلاف این برداشت باید گفت کاریکاتور امروز نوعی زبان بین المللی است که نیاز به ترجمه و توضیح نداره و به وسیله اون میشه پیام ها و احساس های بلند و در این حال ظریف و دقیق رو به مخاطب القا کرد. کمی آشنایی به این زبان نیاز هست تا بشه از مفاهیمش لذت برد و یکی از های این شناخت نگاه دقیق و از سر تأمل به کاریکاتور هاست. نمایشگاهی که ملاحظه می کنید پنجمین نمایشگاه گروه فانوس هست که فعالیتاش رو از سال 1373 شروع کرد. در پایان دوره چهارم دوستان عزیزم اعضای اصلی گروه فانوس آقایان زرگری و کریمزاده تصمیم گرفتن که دوره پنجم رو با گستردگی بیشتر و با تعداد بیشتری از هنرمندان داخلی و خارجی برگزار کنند. به این ترتیب با تعدادی از هنرمندان خوب داخلی و خارجی تماس گرفتم و نمایشگاه حاصل زحمات ایشان هست. این نمایشگاه در حقیقت همکاران این نمایشگاه آقایان علی جهانشایی، حسن کریمزاده، کیوان زرگری، مهدی کریمزاده، کریستوویان، توکان استانی، علی جهانشایی و و هنرمندان خارجی آقای آرس و رونالدو از برزیل، آرس از کوبا و ایوان هارامیا هستند. زده هستم، کلاس پنجم دبستان، در کلاس پنجم دبستان درس میخونم. 10 سال دارم. از 6 سالگی شروع به کاریکاتور کشیدن کردم. بعد زیر نظرت طرحهای داداشم دیدم، از اون موقع شروع به کاریکاتور کشیدن کردم. بعد در دو نمایشگاه هم جایزه بردم و الان هم توی همین نمایشگاه 7 تا کار دارم. امیدوارم مردم از این نمایشگاه خوششون بیاد. کریستوویان هستم، دانش آموخته رشته گرافیک. خیلی خوشحال هستم که بچه های گروه فانوس این افتخار بهم دادن که با کارام تو نمایشگاهشون شرکت بکنم.
دوستان عزیز، زمان زمان خداحافظی است. از اینکه تا این لحظه با ما یار و همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما سفران گرامی رو به خدا می سپاریم تا هفته آینده که انشالله باز توفیق رفیق راه من خواهد شد و در محضر مبارک شما عزیزان خواهیم بود. تا آنگاه موعود، درود و بدرود، خدا نگهدار.